درود به همه فارسی زبانان جهان. سال 1925 یه سگ نژاد آکیتا به نام هاچیکو جلوه حیرت انگیز از وفاداری سگ به انسان رو نشون میده. اون بیرون ایستگاه قطار شیبویا بیش از 9 سال منتظر صاحبش میمونه. شابرو اوئنو مالک هاچیکو استاد دانشگاه بود و هر روز برای رفتن به محل کار خودش سوار قطار میشد. هاچیکو عادت کرده بود که هر روز سر ساعت خاصی منتظر صاحبش بمونه و از اون استقبال بکنه. متاسفانه یه روز اوئنو در محل کارش میمیره و هرگز به خونه بر نمیگرده. هاچیکو اما هر روز رأس همون ساعت به ایسکا میرفت و منتظر صاحبش میشد. اون این کار رو به مدت 9 سال و 9 ماه و 15 روز انجام داد. پس از مدتی اون تبدیل به قهرمان مردم محلی شد و افراد براش آب و غذا می آوردن. هاچیکو اما در 11 سالگی می میره. بعدها مجسمه از او به احترام وفاداریش ساخته میشه تا تعهد بهترین دوست بشر همواره در یادها باقی بمونه. سال 2016 صاحب سگ نگاهو به سرعت به بیمارستان سانتا کاترینا در برزیل برده میشه. گفته شد که نگاهو به دنبال آمبولانسی که صاحبش رو حمل کرده تا بیمارستان دویده و بیرون بیمارستان در انتظار خبری از صاحبش منتظر مونده. متاسفانه صاحب سگ دچار عفونت شدیدی بود و کمی بعد از رسیدن به بیمارستان میمیره. نگاهو 8 ماه پس از اون بیرون بیمارستان منتظرش موند و در این مدت شماری از رهگذران و کادر بیمارستان مراقبش بودن. یکی از کارکنان بیمارستان گفته اون تا زمانی که دلش بخواد پیش ما میمونه و تا زمانی که اون بیرون بیمارستان باشه ما از اون مراقبت میکنیم و محبتی که نیاز داشته باشه رو بهش نثار میکنیم. نظر شما راجع به وفاداری سگ چیه؟ حتما داخل کامنت ها برام بنویسید. نوامبر 1941 یه آجرساز محلی در بورگو سن لورنسو، شهری در منطقه توسکانی ایتالیا، سگ گم شده رو که کنار جاده افتاده بود پیدا میکنه. کارلوس سگ رو به خونش میبره و از اون مراقبت میکنه تا سلامتش رو دوباره به دست بیاره. اون سرانجام تصمیم میگیره سرپرستی سگ رو قبول بکنه و اون رو فیدو به معنای وفادار بنامه. در 2 سال بعد از اون فیدو هر روز صبح کارلو رو تا ایستگاه اتوبوس بدرقه میکرد و هنگام بازگشت کارلو از کار همونجا منتظرش مینشست. سال 1943 کارلو به دلیل بمباران کارخونه‌ای که در اون کار میکرد کشته شد. کارخانه هدف هواپیمای دشمن در هنگام جنگ جهانی دوم قرار گرفته بود. عصر همون روز فیدو در ایستگاه اتوبوس منتظر کارلو نشسته بود. اما خبری از کارلو نشد. فیدو از آن روز به مدت 14 سال هر روز رای این ایستگاه اتوبوس شده بود. گفته میشه که او 5000 بار در آرزوی دیدار دوباره با کارلو این کار رو تکرار کرد. شهردار بورگو سن لورنسو به پاس وفاداری فیدو به اون مدال طلا داد. فیدو در 16 سالگی مرد و گفته شد که در کنار کارلو دفن شده. مجسمه برنزی فیدو در میدان اصلی همین شهر نصب شده. مجسمه بابی در اسکاتلند از جاذبه‌های گردشگریه. زمان وقوع این داستان به اواسط دهه 1880 در اسکاتلند برمیگرده. گفته میشه که یه سگ نژاد اسکایتریرر به نام بابی پس از مرگ صاحبش به مدت 14 سال بالای قبر اون نگهبانی میداده. البته اون تمام روز رو بالای قبر صاحبش نمونده و نقل شده که بابی هر روز ساعت 1 بعد از ظهر به یک کافه محلی در اون نزدیکی میرفت تا یه وعده غذای مجانی دریافت بکنه. حالا یه مجسمه برنزی از بابی در ادینبرو اسکاتلند وجود داره که مردم برای خوششانسی دماغ این مجسمه رو نوازش میکنن. بعضی از مورخان هم میگن این یه داستان تخیلیه، اما حتی این عقیدم نتونسته خللی در علاقه گردشگران برای دیدن این مجسمه ایجاد بکنه. خب دوستان، امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگه خوشتون اومد حتما یه کامنت و یه لایک برام بذارید. راستی سابسکرایبم فراموش نشه. مرسی، ممنون و خدا حافظ.